بود در این برنامه که در ادامه برنامه هفته گذشته هست، در این شهر تاریخی و داستان‌های مختلفی که در این شهر اتفاق می‌افته، بسیار دیدنیه. و در این کوه‌ها چه خبر خواهد بود؟ عجب بوی درختی میاد، بوی سمق کاج رو میشه بوید در این هوا. اینا تازه بریدن این درخت ها رو. از جنگلی اطراف به سمق درخت کاج میگن هرتز، که دلیل داره. اسم این جنگل هم جنگل های هرتز هستش، یا رشکوهای هرتز هستش در آلمان، که ما الان 20 کیلومتری همون شهر گوسلار هستیم که شهر قدیمی بود. این رشته‌کوه درخت‌های کاج مرموزی داره و اصلا این رشته‌کوه معروف به افسانه‌های مختلف پیش از مسیحیت. میگن یک پدیده‌ای در اینجا دیده میشه در یه ایامی از سال که مه میاد، بهش میگن بروکن اسپکتر. وقتی مه میاد، اگه انسان اینجا راه بره، نور خورشید یک کاری میکنه که باعث میشه انگار از آن یه اشعه داره ساطع میشه، اشعه از رنگین کمان، یه چیزا اینجوری میگن. و این باعث میشه مردم فکر کنن این کوها جادویی هستن و در اونها جادوگرها هنوز زندگی میکنن و در روزی از سال جشن خاصی دارن، میرقصن و با ابلیس در میآمیزند. حتی این داستان ها واقعی نمیتونه باشه و اگرم بوده یک آیین های قدیمی بوده که مذهب های جدید اونها رو به این شکل منفور کردن بین مردم، با نسبت دادنشون به چیزهای منفی و سیاه و خدایهایی که اون آیین‌ها اعتقاد داشتن رو به نام ابلیس قبولوندن به مردم. و در این کوههای مرموز میریم به دیدار نوازنده ستار که صدای سازش هم شنیده میشه، صدای ستاری که با آکورد اجرا میشه. صدای پرنده ها، صدای ماشین از اون، صدای موتورسیکلت از اون، صدای هواپیما از بالا، و این زمینی که دارم روش راه میرم واقعا جاتون خورده، انگار یک فرش به این قطره. تمام این برگ های سوزنی که از بالای این درخت ها سالها ریخته شده یک فرش، و همینطورم خوشه های کاج و پر از سبزهای زیبا. به به، یه چیزای جالبی هم اینجا هست. کجا؟ آها، اینا جالبه. پیش از اینکه چمن‌ها به وجود بیان و علف‌ها، اینا روی زمین بودن، چیزا شبیه درخت‌های کوچیک، مثل پر از برگای ریز خودش، ساق‌های کوچیکن. این جنگل، جنگل حاشیه شهر گوسلار هستش در شمال آلمان. و حالا در اینجا صدای رویایی ستار رو شنیدی، بهتره دیگه من بس کنم و بریم دیدار نوازنده‌اش.
به به، خوب هستی؟ سپاس. خیلی ممنون از دعوت شما اولاً که به جنگل. دقیقاً به جنگل و صداهای مختلف. و اینکه این نگاه همیشگی که به یک نوآوری یا یک حرکت نو دارید. خواهش میکنم. خیلی باعثشه به نظرم. حتی داستان داره این حرکت ما، این که شما لطف کردی یک کتابی رو برامون فرستادی، اومد دم در بی بی سی. ما وازش کردیم. نمیشه آکوردهای تار ستار امیر اسدی حامد نهاوندی. بعد وا کردیم مگه میشه آدم آکورد بگیری؟ اونم این همه، ببینید تمامی نداره. حتی یه جلدش دارم، جلد 2، 3 و 4 هم ادامه داره. جدی میگی؟ و های اومد در خونه ما، ما اومد در خونه تو در آلمان، شمال آلمان، تو خونه نزدیک همین جنگله. آره. و خیلی هم خوشحال شدیم از اینکه آشنا شدم با سبک کارت. خب داستان ها داره، مخالفت ها خواهد شد و لذت ها برده خواهد شد، امیدوارم که با ستار این ساز اصیل ایرانی آکورد بگیریم. و آکورد رو تو نوشتی براش. حالا من دیدم که گهگاهی نوازنده دو تا سیمو با شست و اینا میگیرن پایین بالا میکنن. از نوازنده های دوتار بگه که خیلی این کارو میکنن. دقیقاً مثلا تو شمال خراسان خیلی بیشتر. تا نوازنده موسیقی اصیل گهگاهی این کارو میکنن. ولی تو مثل تمام نوت های مختلف و آکورد های بسیار زیاد نوشتی که حتی میتونی باهاش کامل یه آهنگو بزنی. آره. داستان چی شد؟ داستان برمیگرده به اینکه خب یه آشنایی اتفاق افتاد بین من و حامد نهاوندی، که در واقع حامد نهاوندی استاد بنده است، و اینکه خب تنظیم کننده، آهنگساز، نوازنده پیانو و تخصص اصلی زمینه موسیقی کلاسیک، راک و سبک‌های دیگه هم که خب کار کرده. و تو باش کار کردی با ایشون؟ من اول شاگرد حامد بودم سال 86 و این آشنایی اتفاق افتاد. ما با هم نشستیم، اصلا من چیزی یاد میگرفتم به طور مداوم، و این به اون جایی ختم شد که ما تصمیم گرفتیم یه سری موزیک بسازیم و از این ساز و ساز تار استفاده کنیم. ولی به طور مداوم اتفاقی که میافتاد، ما همیشه از ستار و تار نقش ملودی داشتیم و این نقش ملودیک رو دوست نداشتیم، دوست داشتیم که نقش هارمونیک به انگار ساز تار و ستار بدیم. خوشبختانه این تونست یک شکل پیدا کنه. منتها اول کوک ها انتخاب شدن و کوک های رویس هستی و عوض شدن حتی. آره، یعنی کوک هایی بودن که خب قبلا توی اون مجموعه کوک های استاد عبادی که خب خیلی مجموعه کاملی هم هست نبودن، که استاد ستار هستن. بله، استاد و حتی ستار. بعض وقتا کوک ستار رو گفتن عوض کنیم به این شکل بهتر شد بشه. آره خیلی صداش. به نظر من یه مجموعه کوک دارن که 4 تا فایل صوتی داره که به نظر من توصیه میکنم که همه باید گوش بدن و اون کوکا رو امتحان کنن روی ساز. و این یه سری از کوکاش نیست توی اون مجموعه. خودتون ابداع کردید؟ آره، چون ما احساس نیاز میکردیم که یک سری فواصل رو روی دسته ساز داشته باشیم که بتونیم به یک سری آکوردهای متنوع‌تر برسیم. و ما اینا رو چند جلد کردیم به این خاطر که مخاطب بتونه آهسته آهسته با اینا ارتباط برقرار کنه. به این صورته که مثلا سیم‌های ساز مثلا هست آ ا او یا هم چیزی، کاری که این آکورد میکنه چند تا سیمو در جاهای مختلف جوری میگیره که یک صدا هنوز بده، همه میگه آ، همه میگه او، همه میگه او، یا هم چیزی، یک هماهنگی بین تمام فواصل ایجاد میکنه که یک صدای زیبا ولی خب با چند سیم متفاوت به ما برسونه. که این کاملا یک پدیده غربی بود که ابداعش کردن. بله. اختراعش کردن 4 قرن پیش. و تمام آهنگایی رو که امیر برای ما اجرا میکنه در این برنامه همه با این آکورد ها و هم صدایی سیم، انرژی که از برنامه برور بنفش هم نخواهیم. اونا در این جنگلی چند صد ساله که درختاش الان جنگلبانش که ما رو وایسون گفت چرا داریم فیلم گیریم، گفتش که این درخت ها همشون حدود 70 سالشون هستش. و ایسی جالب هم بگم، من اومدم اینجا این بطری روی این درخت بود و حتی دورش هم برگای خوش ریخته. این بطری نزدیک 100 سال عمرشه. چقدر جالب، از درخت هم بیشتر. دقیقاً اون موقع چوب پنبه نبوده یا تشتک نبوده، این پیچی بوده این درا، و این الان به حدی توش محکم گیر کرده که باز نمیشه. سرنوشت خیلی جالبه. آره و جالبه، اومدیم نقطه از جنگل رو با هم دیگه پیدا کنیم چند روز پیش، ناخودآگاه اومدیم این قسمت و این قسمت دیدیم این بطری هست و هم یه نردبون هست. یعنی اصلا ناخودآگاه این قسمت ما رو فرا خواند و ما اومدیم اینجا و میخوایم آهنگای بعدی تو هم بشنوین. خودت که بزن اجرا کن. جالبه اسم آهنگاش طولانی‌تر از خود قطعاتش هست. البته قطعات خیلی کوتاه، دلیلش هم خواهد گفت. اما میریم به سوی سرنوشت دیگه. شهر رو می‌خوام نیا کنم با آهنگای تو معرفی کنم به مردم اینا چه خبر بوده. تو چرا اومدی اینجا؟ خیلی متشکرم. مینوازد امیر استاد. اسم این قطعه است سلامی چو بوی خوش آشنایی.
در مورد کوتاه بودن کارم بهتر اینو بگم که کلا اعتقاد شخصی من به اینه که باید کار کوتاه باشه، چون واقعا تو این فضای فعلی که ما داریم زندگی میکنیم شاید زیاد فرصتی نباشه که خیلی خیلی دیر به اون موضوع اصلی برسیم. خب مثلا توی قطعات گذشته ما خیلی مثلا رسیدن به یه قطعه آوازی چند دقیقه طول میکشید تا به اون حالا تصنیف مورد نظر یا قطعه ضربی که به ما یه لذتی بده مثلا برسیم، ولی خب قطعات من کوتاهه و اینو عمدن این کارو کردم، چون واقعا تمام حرفی که قرار گفته بشه توی این مدت زمان کوتاه خیلی میتونه جذابتر و زیباتر به نظر برسه. این کاری که میخوام اجرا کنم شعرش منطقه یه بخش کوتاهی از شعری که خیلی دوستش دارم از یدالله رویایی به اسم من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست. برنامه برور بنفش رو نگاه میکنید، در این شهر آلمانی گسلر داره اتفاق میفته، شهری تاریخی که قدمتش روی خونه نوشته مال 1670-1500، اینا 500-600 سال 400 سال قدمت خونه اینجا هستش، من باورش نمیشه. این شهر میزبان هنرمندی ایرانی هست که تازگی به آلمان مهاجرت کرده و ما به خاطر اون اصلا اینجا اومدیم و در این برنامه هم دیدینش در کوههای اطراف اجرا میکرد، امیر اسدی که برای ستار آکورد نوشته و کتاب چاپ کرده و اصلا به خاطر اون اومدیم این شب و خیلی چیز دیگه هم دیدیم. اوه جلو خودم چقدر خطرناکه این حرکت، نیم وجب آب هم نیست این تو. و اینجا اما موزه است که میخوام ببینیم، خیلی جالبه، یک قسمتی از تاریخ شهر و مردمش در اون نهفته است و بسیار دیدنی واقعا. خونه به این بزرگی که نه چند تا اتاق داره و چند متر مربع هستش، آشپزخونه به این کوچیکی داشته. من این آشپزخونه خیلی جاها وسایلش جای خودش، تلموشی که اینجا گذاشتن از همه جالب تره، یعنی یک سیستم مکانیکی اعدام هستش انگار، چون اینجا پر از موش بود اون زمان دیگه، که اینجا چرا موشه تو تله بیفته و له بشه، اصلا داستانی داره اینجا، معلوم حساب کلافه بودن دست موش ها اینجا. و این خانه قدیمی مردم این منطقه است، چادر شبیه چادر سرخپوستاست، نه
یا یه لاغ نشینه نمیدونم هرچی هست و پوست گوز ممنون میذاشت چون اینجا گوز زیاد بوده پوستش میذاشتن که این گرم بمونه و اینم چوب درخت های اطراف هستش و با سنگ های اینو نگر میذاشتن خیلی کار ساده و خونه گرم قدیمی مردم این قسمت از آلمان بوده مردم نخستین البته این گوشه خیلی جالبه دو تا دوچرخه رو اینجا میبینیم دوچرخه‌ای که رس بوده و اوایل سوارش میشم این چقدر چرخ عجیبی داره و چقدر قسمت زینش بالاست چون اون زمان هم فهمی که انگاه سوار اسب انگاه همونقدر باید بالا باشن یعنی این از همه جالب‌تره یک اختراع آلمانی هستش مال 1820 دقیقا 200 سال قبل که با چوب درست میکنن خیلی پیچیده بوده ببینید دوچرخه رو اینجوری میدن که با پا میزنین همونجور قل میخورین میرین و بشم این فرمونش بوده ببینید چه اهرمایی بعد میداشته فکر میکنم بعد اینجوری چرخ ها به چرخه با این چیزی که اینجوری هست و زینش هم خیلی جای دو تیکه ای هستش زین این زینه و این هم زینه که زینش هم لغ میخوره این برای اینکه اینجوری بشم و بخوابم روش برای به دلیل عجیب فکر کنم بعد اینجوری رونده بشه شاید برای اینکه فکر کنم مثلا سرعتی بیشتری میتونه بگیره و تو این عکس اینجا هم میتونی ببینی بوق و شیپور میزدن و با این میرفتن خیلی عجیب این اتاق تاریکی است چون چه با ارزش اینجا نگهداری میکنه این عقاب اصلی سلطنتی مرکز شهر بوده که روی فواره گذاشته بودن این اصلشه از جنس برنج یا برونز که دیگه کپی اینو گذاشتن بالای اون فواره از این مال 500 سال پیش بوده راحت و چقدر با دقت پرهاشو بهش کشیدن و کار کردن کنده کاری کردن و در این گوشه که از با ارزش ترین گنجینه های این شهر قرار داره این اتاقه که شیشه ای رو هم میریم تکون میخوره این از جنس نقره و طلا هستش یک ابریق همونجوری میبینید دستدار و پر از ریزکاریه به طرز عجیب همون عقاب سلطنتی هم بالاش گذاشتن روی یک لاجورد کوچکی و روش مجسمه های ریزی ساخته شده تندیس های ریزی از معدنچی ها و کسانی که موقع کار کردن این از خانواده فیوگا یکی از بازرگانان معروف آلمان بودن در اون زمان 500 سال پیش 400 سال پیش از طرف اونا به شهر گوزلار هدیه شده بوده به عنوان یک نشان دوستی یه جور پاداشی انگار شاباشی که یعنی هوای ما رو داشته باشین بسیار با ارزشه بسیار نفیسه و نشون میده چقدر این شهر مهم بوده در اون زمان با این کوچیکیش اینجا چه خبره چه نونایی چه قالب کفش جا اینجا این بینه که متر یا فوت یا پا به قول معروف یا دست ما داشتیم یا رأس میگفتین دیگه اینا در اروپا حداقل اینا رو واقعا به یه جوری حساب میکنن و ازش یک معیار جدی میساختن یعنی ازش یک نمونه باید همیشه همه جا بود در این شهر معیار یک ساعت هست یا یک دست که اینقدر بوده یعنی اگه بذاری از من که بلندتر بوده واسه این آدمای کوچولوتری بودن این یک رأس یعنی معیار اندازه‌گیری این شهره که تو اینجا هم داریم این پارچه رو باش اندازه میگرفتن همه چی باش اندازه میگرفتن که معادل 57 سانت و نیمه و این هم قانون هستش قانون قرون وسطا هنوز هم در بعضی از کشورها فهم میکنن اگه این رعایت بشه زندگی بهتر میشه که چنین نبوده و نیست این قل و زنجیرهایی که به زندانی ها آویزون میکنن بسیار اینا سنگینه یعنی واقعا سنگینه اگه یه چیزی دستتون بگیرین این برون و بریم این خسته میشه که هم چیزی همچون بهتون وصل باشه و حتی اینا و از اونها اینا هم به دست میرسه این قفس جالبه بعضی هم میگن مال تنبیه زنا بوده که اینجا میذاشتن توی این قفس ها بمونن بیرون ولی یکی دیگه گفتش که نمال دیوانگان بوده کسایی که ناراحتی روی داشتن اینجا قفل میکردن اینجا نگرشون میداشتن اینم بازه بستم باز شد نمیدونست من دعوام میکنم و این توش هم میشه دید این قسمت هم وسایل شکنجه است متاسفانه
برای انگشت سوراخ کردن انگشت، فشار دادن چیزا. و این دستم یک دست مومیایی که اینجا میبینید. جالبه، میگفتن اگه یک دعوی دادگاه باشه، اگه اختلافی وجود داشته و کسی مرده باشه، بعد قسمتی از بدنش میان در اون دادگاه بزن، انگار اون در اون دادگاه حضور داره حتی بعد از مرگش. میگن این یه همچین داستانی داشته. عجب داروخانه بوده، چه داروهایی داشتن. سوسمارم به عنوان دارو. اینجا خیلی جالبه، اینا وسایل آتش نشانی سابق این شهر هستش، چرا که در سال 1790 میلادی، یعنی در حدود 230 سال پیش، اینجا آتش سوزی شهیدی میشه و مردم آتش خاموش میکنن با اینا که میزدن روش، روی آتش، از جنس فلزه، پاروهای این شکلی و سطلایی که از جنس چرم بوده و اینا خشک خوش شده، با اینا آب میریختن، دست به دست میکردن، مثل این فیلم خوبه. و اینجا خیلی مهمه، این ساز خانگی که میبینید یک درس عبرت برای ما. این در اصل یک چنگ یا نوعی از قانون اروپایی بوده که میذاشن رو زانو میزدن یا خابیده حتی میرواختن. در دوران رنسانس یا زمانی میشه گفت انقلاب دانش بر خرافات، اومدن سری آزمایش های مختلفی کردن، شروع کردن همین جور یک آتش فشانی از اختراعات پیش اومد و همینطور آزمایش روی سازهای مختلف. و اون بود که قانون گذاشتن و به جای اینکه انگشت اونها رو بزنه، کلیدهایی رو گذاشتن، مثل ارغنون. ارغنون یا اورک هم که بادیه و الان در افغانستان به صورت هارمونی اسمش رو میگن و نواخته میشه، اونم کلیدی بوده و خدا میدونه کی بود، ولی از در شعرهای قدیمی ما هم هست. به هر حال روش کلید گذاشتن، بعد اینا نوازندگان تو خیابون میزدن، پول جمع میکردن، بعد این اومد تو خونه ها. دیدن چه ساز جالبیه. به تدریج این تبدیل شد 200 سال پیش به پیانو، یکی از مهمترین سازهای موسیقی امروز که باهاش قطعات بزرگی رو مینوازن و مینویسن. این به اون معنیه که ابتکارات کوچک، خلاقیت ها، آفرینش ها رو باید جدی گرفت. چطور یک سازی که برای دورگرد ها بوده الان شده ساز موسیقی کلاسیک اروپا. بنابراین اگر کسی در موسیقی ما، در سازهای ما نوآوری میکنه، باید جدی بگیریم، حداقل در این برنامه، چه بنوازه به این شکل چه گروهی بنوازند بدین شکل. اومده حالت
تو احوال تو سیه خال تو سفید روی تو ببیند برود اومده حال تو احوال تو سیه موی تو سفید روی تو ببیند برود امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام کی باشد و کی باشد و کی باشد و کی می باشد و می باشد و می باشد و می او باشد و هد بر می اومد بر لب فی اومد ساز می گردد و من مستاز بیام امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب طبیبم رو میخوام امشب شب مهتاب حبیبم رو میخوام حبیبم اگر خواب طبیبم